سلام خدمت خانم ها آقایون عزیز، یه این خوشگلا رو نوا کنید. یه سری بادمجون دلمه ای گرفتم تازه، خوب گوجه گیلاسی و پیاز و سیب زمینی و حالا چیزای دیگه هم داریم که بهتون میگم. یه سس خیلی خوب میخوام درست بکنم با این موارد و اینا رو بذاریم تو فر یکم نرم بشن. حالا نمیدونم، یه بادمجونیه که شکمش رو پر میکنیم، خیلی چیز باحالیه. ولی تو مرحله اول الان فرو گذاشتم داغ بشه. ما اول بادمجونا رو میذاریم توی فر که نرم بشن، سسمون رو درست میکنیم و بعد ادامه کار. دستان ببینید بادمجونا رو دقیق از وسط. وای چقدر تازه و خوبه. دو، اینم سه. یه ظرفی که بتونه بره توی فر، یه قالب این شکلی میارم. اول یه حرکتی میزنم، یه کوچولو اینجا رو چرب میکنم. دلیلش هم الان خودتون متوجه میشید. یکم نمک، اینم یه کوچولو فلفل سیاه. حالا بادمجون رو از اونجایی که برش دادم میذارم تو این ظرف، میذارم بره تو فر. این از این، این هم این. یه دونه جا نشد، این یه دونه که جا نشدم اب نداره، رو خودش روغن نمکش رو میزنم. این نمک، این هم فلفل سیاش میذارم اینجا. حالا دوباره روشم یکم نمک، روغن و بره توی فر تا زمانی که قشنگ نرم بشه، ولی نه خیلی چون اینا میان بیرون دوباره میرن تو فر. برو واسه خودت دمای 200 درجه سری بریم رو برشا. دستمو یه بشورم. پیاز، پیازم قشنگ ریز ریزش میکنم. خب اینا رو میریزم تو مایتابه. اول یکم روغن، اینم پیازا، خب الان دوباره باز بر میگردیم روی برشا، ولی باید گوشه حواستون به این پیازه باشه که نسوزه. برگردیم اون بر. خب این غذا رو شما میتونید بعد از نهایی کردن هم برنج سرو بکنید مثل خورش بادمجون، یا نه میتونید هم روش پنیر بریزید، حالا هر پنیری که دوست دارید، چدار، گودا، موزارلا بریزید و ازش مثلا به عنوان یه پیش غذا استفاده بکنید. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که به جای برنج بیام از سیب زمینی استفاده کنم به عنوان کربوهیدراتش، و این سیب زمینی هم توی خود سسش دیده میشه. سیب زمینی های ریز خوشمزه. سن یه سری کارایی میکنم بعضی وقتا، میگم که ابرام چی کار میکنی؟ و تمیز شسته بودم. برشو ببینید، برشای نه خیلی ریز نه خیلی درشت. اول آروم میزنم که نگاه بکنید، این اون برشیه که ما میخوایم، برش های تاس شکل متوسط. اینم از این. سعیتون رو بکنید که برش ها یکسان باشن، اینجوری شما توی کل پروسه آشپزی سیب زمینی هایی دارید که از نظر پخت هم یکسانه. این از این. دلیل اینکه از گوجه گیلاسی استفاده میکنم، شما میتونید از
گوجه معمولی هم استفاده بکنید اینه که گوجه گیلاسی یک مقداری از نظر مزه یکم جدی تره، یکم هم شیرین تره، هم اون ترشی قوی تره مزش دیگه، هم ترشیش نسبت به گوجه معمولی بیشتره، هم شیرینیش من دوستش دارم و حتی قیافه باحالی هم داره. نگاه کنید وضعیت پیاز عالیه. سری بریم سراغ اضافه کردن بقیه موارد. من دوتا حب سیر اضافه میکنم توش، البته به صورت کاملا له شده. این از این یک کوچولو. حرارت کمه الان ها، نمیخوام از دست بدم سیر و پیازو، چون وای چه بویی چه بویی. همینو میخوام. سیب زمینی ها، گوجه ها رو فعلا اضافه نمی کنم چون از سرخ شدن سیب زمینی ها جلوگیری میکنه. الان که سیب زمینی ها رو زدید، حرارت رو از روی کم میارید روی ملایه و بریم سراغ زدن ادویه. خیلی ربط داره به اینکه شما بخواید این بادمجون رو توی چی درست بکنید. اگر خواستید برنج میل بکنید، میتونید حالا علاوه بر ادویه بیسی که میزنم از دارچین هم استفاده بکنید، اما من میام دارچین رو حذف میکنم و به جاش از اورگانو استفاده میکنم، چون میخوام به درخواست بچه ها روش پنیر بریزم. یعنی تفاوت این که من ببرم اینو روی برنج استفاده بکنم با اینکه بخوام پنیر بزنم، دارچین و اورگانوه. یک کوچولو نصف قاشق چای خوری زرد چوبه میزنم، پودر پاپریکا که پودر فلفل شیرینه. مزه‌ای که پاپریکا داره مزه فلفل دلمه است، خیلی ادویه باحالیه. اینم نمکش، فلفل سیاه. اگه دوست داشتید این غذا یه کوچولو تند باشه، میتونید یه قاشق چای خوری، نوک قاشق چای خوری فلفل قرمز استفاده بکنید که هم یه عطری از فلفل میاره، هم یه مزه تندی رو میاره. و در نهایت اورگانو رو من اضافه میکنم. اگر اورگانو ندارید میدونید دیگه باید چی اضافه بکنید. چی؟ آبیشن. آبیشن گزینه خوبیه دیگه. تخم گشنیز. اینم از این و این اتیکه. و چه بویی چه بویی، به 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 به. برای اینکه یه مقداری عطر کررم داشته باشیم، من یکم کره اضافه میکنم بهش. هم باعث تشدید بقیه مزه ها میشه، همین که خب عطر خوبی میگیره. نگاه کنید فقط اینجا رو ببینید. الان که دارم هم میزنم احساس میکنم شیویدم خیلی خوب میشه، واسه این شیویده تازه. ما میخوایم از جعفری ولی استفاده بکنیم. یه کوچولو با حرارت ملایم این میره جلو. الان گوجه گیلاسی هم کره که ذوب بشه بهش اضافه میکنم. وای من، خدای من چقدر خوشبوه، چقدر عزیزه، اصلا این حالت کاراملیشو دارید میبینید؟ انقدر روب به اندازه تقریبا یک قاشق غذاخوری روب بهش اضافه میکنم. دلم میخواد یه بربری بیارم. بقیه تصویر برداری رو قطع کنیم، اینو بریزیم رو بربری و تمام. حتی این میتونه مایه استانبولی خوب باشه، یعنی هم الان برنج رو بریزی بذاری دم بکشه از توی قابلمه. بریم سراغ گوجه گیلاسی. وای
خدای من، خدای من. الان یکم جعفری تازه خورد میکنم. چقدر این عزیز داره میشه. خب اینو یه دونه سیب زمینیشو خوردم روی پخت شماره 9 از 1 تا 10 و عالیه. من اینو همین الان خاموشش میکنم، بادمجونا رو در بیارم. این از بادمجونا نگاه کنید، قشنگ نرم شده. یه کاری که میخوام بکنم، این همون ظرفیه که قراره بره توی فر، خب ولی یه مقداری این تو رو خالی میکنم، یعنی در واقع من پوره بادمجونو در میارم از توی این. به تو میگم اینا رو چیکار میکنیم الانو. این از این، این کافیشه دیگه، یکم هم گوشت روش بمونه. این از این، این از این. من اینو حالا ساتوری میکنم دوباره، خیلی نرمه دیگه، یه ساتوری ریز. دوباره این بر میگرده به اون سوسه. برمین راحتی یه دستش میکنم، یه همین اینجا تست نمکش هم میگیریم. وای این ترکیب رو ببین، تست نمکش هم که گرفتیم الان میرن توی بادمجون. عالیه، عالی. اول رو هر کدوم یه قاشق می‌ریزم، بعد دوباره تقسیم می‌کنیم. پنیر، الان که بخوام بذارمش تو فر دیگه فقط میذارم توی دمای از بالا، یعنی حرارت از بالا، در همونجا پیشش میمونم، همونجا پیشش میمونم که پنیره نسوزه و تا وقتی که برشته شد، چون الان همه چیز ما پخته دیگه، اصلا دیگه نیازی به پختن چیزی نداریم، تا از اونجا که بیاد بیرون سری شیبیده تازه رو سری داغ داغ میریزیم روش. برتوفر. آها یه چیز دیگه، این پنیرایی که ریخته روی توی دیس رو ور میدارم، چون میچسبه به ظرفتون، بعدا خیلی دیر تمیز میشه. سری جعفری تازه رو میریزم روش و تمام. اوه 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 عجب پکیجی، عجب پکیجی. الان یکم جعفری تازه خورد میکنم برای روش. تا داغه باید این کار انجام بدید. این باعث میشه که عطر جعفری بیشتر نمایون بشه و وای چقدر زیبا. وای چطوره؟ خیلی دلم میخواد الان سریع توشو برش بدم، دهنم داره آب میفته. اینجا رو ببینید، ولی خیلی داغه، حواستون باشه. بوی ادویه هاشو حس کنید. وای به 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 به
می‌بینی چقدر خوشگله. وای. دست و پای آدم شل میشه. چقدر خوشمزه است. همه چی اندازه نمک، اون فلفل قرمزه واقعا انجام داده کارشو. تازگی جعفری رو حس میکنید، بافت خوب، گوجه، ترشی، همه چی بالانس. امیدوارم که لذت برده باشید. مرسی که نگاه میکنید. مخلصیم. فعلا خدافظ.